این نشست در شهرک بندری حیرتان برای تقویت روابط اقتصادی افغانستان و ازبکستان با حضور مقام‌های بلندپایه دو کشور برگزار شده است. امضای توافقنامه‌های تجارتی و ترانزیتی، صادرات 1 میلیون تن زغال سنگ، ایجاد راهکار ویژه جهت تصفیه مواد خام نفتی افغانستان در تصفیه خانه ازبکستان از مهمترین موارد بحث این نشست بوده است. از یک دو صدا نمی‌کنه. و ما الحمدلله مکمل با تمام اند برنامه های خود در پهلویتان انشاءالله استاد هستیم، کار میکنیم. اگر در بخش تجارت است، اگر در بخش ترانزیت است، اگر در بخش صنعت است، هر کاری که است الحمدلله هستیم. تسهیلات در صدور ویزا و سرمایه گذاری ازبکستان در بخش های زراعت، سمنت و تولید برق حرارتی از سنگ زغال از بخش های دیگری نشست بوده که در مورد آنها بحث شده است. کار و صمیمیت و شد قلب و اخلاص نور هم کوشش دا حکومت خدا یقین د چې مرګرو سفر ما مې دس وکي ټول دا کوشش دی چې هرې ادارې مسول دي چې څونه په دې کار کې وسعت راځي، څونه پراختیا راځي او څونه اسانتیا راځي، د هر یو دغه کوشش دی. نو دا اوس مسولیت موږ ته چې درغاړ دی چې موږ تاسو دا کار څونه مخته بیولی شو. شماری از تاجران در بلخ از گسترش روابط تجارتی افغانستان و ازبکستان استقبال میکنند و میگویند که این مسئله سبب میشود تا بخش خصوصی دو کشور دست به کار شده و در هر دو کشور سرمایه گذاری کنند. این نشست 100% فایده داره. کشور دوست ازبکستان دائم تجارتش که در افغانستان روان بوده، این نشست بسیار فایده بزرگ داره. ما هم که از کشور دوست ازبکستان می خواهیم که قبلی که ازبکستان که مال و تاجرایش رفت آمدش و هر تجارتش روان بود، فعلا هم می خواهیم مثل قبلی واره شوه. این نشست در حال برگزار شده است که پیش از این یک هیئت 30 نفری به رهبری وزیر خارجه ازبکستان به کابل سفر کردند و با مقام‌های ارشد امارت اسلامی در مورد گسترش همکاری‌ها گفتگو کردند.